بینندگان خوب و عزیز برنامه زن امروز، بلونا هستم در خدمت همکاران بسیار خوبم افی و شهناز عزیز که تازه همکاریش رو با برنامه محبت آغاز کرده. برنامه زن امروز، امروز هم با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم با یک انرژی تازه. خوشحالم که امروز حالم خیلی بهتره، میتونم با انرژی صحبت بکنم. هفته پیش برنامه دیدم گفتم چقدر انرژی ندارم، ولی به هر حال از شما دعوت میکنیم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. سلام افی جان، سلام شهناز جان. با بهترین درودها خدمت شما بیننده های عزیز برنامه زن امروز، خوشحالیم که بار دیگر مهمون خونه های شما عزیزان هستیم. منم خیلی خوشحالم بلونا جان که حالت خوبه. هر روز من دعا میکنم که خدای همه حالشون خوب باشه که بتونیم برنامه رو به خوبی اونطور که لایق شما عزیزان انجام بدیم. شهناز عزیز خوش اومدی. منم سلام عرض میکنم خدمت تمامی بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستن. امیدوارم که حالتون خوب باشه و امیدوارم که در سلامتی باشین. از همینجا ولنتاین رو تبریک میگم، درسته ازش گذشته ولی بهتون تبریک میگم، امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشین. ما هم به شما تبریک میگیم ولنتاین روز عشاق رو. دیروز روز عشاق بود، جالب بود. مادرم که از مدرسه برگشت، من معمولا میرم دنبالش چون هنوز خب نمیتونه برونه و خیلی جالب بود. مامانم اینجوری میکنه، بلونا توی کلاس معلممون هی تبریک میگفت، بعد میگفتش که تو ایران چجوریه روز عشاق میگیرن نمیگیرن. بعد میگه نصف شاگردای ایرانی گفتن که ولنتاین رو میگیرن، روز عشاق رو میگیرن، نصفشون هم گفتن نمیگیرن. خلاصه این معلم گیج شده بود، نمیدونست میگیرن یا نمیگیرن. اما خیلی جالبه که خیلی مثل اینکه میگیرن و خیلی هم با شکوه میگیرن. من داشتم صحنه‌هایی از این برنامه‌شون رو نگاه میکردم، رو فیسبوک نگاه میکردم، روی تو اخبار نشون میدادن که چقدر قشنگ پشت پنجره‌ها، ویترینا، خرسای کوچولو و نمیدونم گل و شکلات و همه اینجا. ولی یه چیز جالبی که من داشتم همینجور که نگاه میکردم متوجه شدم، در ایران مثلا ولنتاین مال 1700 دوستان ولنتاین اصلا میدونین چی بود؟ یه جورایی یه کسی بود، نمیدونم بیننده های عزیز ما میدونن یا نه، ولی یه جورایی یه نفر بوده اسمش ولنتاین بوده. این نمیدونم یه فرمانده امپراتور روم به سربازاشو که میخواست جنگ بفرسته میگفته که اینا نباید ازدواج کنن، درسته، که بتونن جنگ میرن فکرشون دنبال خانومشون نباشه، به یه نحوی حواسشون پرد نشه. به هر صورت این یک آقایی بوده به نام ولنتاین که این یواشکی سربازا رو به عقد همسراشون یا دوستای دخترشون در میورده و بالاخره متوجه میشن و ولنتاین رو میندازن تو زندان. ولنتاین رو میندازن تو زندان، وقتی که میخواستن برن اعدامش کنن از یه نفر خوشش میاد تو همون زندان، یادم عاشق دختر زندانبانش، بله عاشق دختر زندانبانش میشه و خلاصه وقتی که میخواستن برن اعدامش کنن یک نامه میده به اون دختر و میگه من ولنتاین تو هم یا تو ولنتاین منی. پس خودش هم بالاخره عاشق میشه. جالبیش اینه که توی ایران یک جشن هست که بیش از 5000 سال پیشه، بهش میگن سپندارمزگان، که سپندارمز اسمشه، اون گانی که میگیره یعنی جشن میشه، جشن ملی، جشن زن زمین، جشن زمین و زن. ولی این جشن رو میگرفتن تو ایران؟ نمیگرفتن. من فکر میکنم زرتشتیای عزیز میگرفتن ولی عموما نمیگرفتن، ولی هستی همچین جشن که درست 4 روز بعد از جشن ولنتاینه و در ایران میگیرن و میگن مادر زمین و که مثل یک مادر زمین رو در آغوش گرفته و محبت میکنه به ما و جشن میگرفتن اینو. و خیلی هم معتقد بودن، من روی اینترنت که نگاه کردم خیلی هم معتقدن که ما ایرانیان حتما بعد اون روز رو جشن بگیریم. به هر حال خوبه دیگه، هر کی یه روزی رو انتخاب کرده، مهم اینه که به یاد همدیگه باشن عزیزان. ما فقط فکر میکنیم مثلا برای جشن برای زن و شوهر هاست، برای دختر، ولی اصلا اینطوری نیستش. اینجا که من کارت میرفتم بخرم میگفت که مثلا روش نوشته بود گرما، نوشته بود سیستر، مادر خاله، مادر بزرگ، همه چی رو نوشته بود و خیلی اینا برای من جالب بود. مثلا برای بچه‌ها که میخواستیم بخریم، پسرها، دخترها، و
برای همشون نوشته بود و خیلی این کار تا جالب بوده. ولی این کارو کردن، من فکر میکنم ببینیم ولنتاینز میگن روز عشاقه، نمیتونیم اینو دیگه انکار بکنیم. این کارو کردن، من فکر میکنم، این نظر منه بینندگان عزیز، که کسایی که ازدواج نکردن یا نامزد ندارن یا عاشق کسی نیستن ناراحت نشن، دلشون نگیره تو این روزا. من فکر میکنم دلیلش اینه که دل اونا نشکنه. ولی اسم محبت و عشق که میاد، من واقعا اولین چیزی که یادم میاد مادره. من خودم این شنبه گذشته یه سالگرد مرگ مامانم بود، 4 سال گذشت، ولی هر وقت اسم ولنتاین و عشق و محبت که میاد، من سوای عیسی مسیح مادرها رو خیلی در نظرم میاد. و همیشه اون شعر ایرج میرزا که نمیدونم اگه یادتون باشه، که وقتی که عاشق میره قلب مادر رو در میاره که بده به معشوق، وقتی که قلبش گرم بود و به زمین میفته، میگه وای دست پسرم یافت قراش، وای پای پسرم خورد به سنگ. هنوز عشق مادر، با اینکه پسر رفته قلبش هم در آورده، هنوز عشق مادر داره مواظب پسره، هنوز ناراحت پسره. من وقتی که اسمش میاد، واقعا روز عشاق که میاد، درسته خیلی ربط پیدا میکنه به زن و مرد، ولی بیشتر من عشق مادر جلوی چشمم میاد که چقدر محبت داره مادر. و عیبی نداره بولونا جان، مطمئن به همه کار مطمئنی بولونا جان، اگه ندادی شما امروز بگیم. خب بچه من میخواستم اگه اشکالی نداره یه تبریکی بگم به دوست عزیزم نغمه و کیوان عزیز که روز ولنتاین صاحب پسرشون شدن. کیوان و نغمه عزیز، تولدید دیوید مبارک باشه. نغمه عزیز رو منم میشناسم، دوست بسیار خوبم هست، در این برنامه هم خیلی ما رو کمک کرده، از همینجا بهش تبریک میگم. اتفاقا دیروز با هم دیگه داشتیم اسمس میفرستادیم و عکس پسر کوچولوش رو برای من فرستاد و چقدر این پسر خوشگل. منم اجازه میخوام از همینجا به نغمه عزیزم، دوست خیلی خیلی خوبم، و کیوان که واقعا مثل یک برادر و خواهر اینجا پشت ما بودن، تبریک بگم و مقدم دیوید عزیز به این کره خاکی رو مبارک بدونم. امیدوارم که به خوشی باشه هر اون چه که هستش. خب پس نتیجه گرفتیم که روز عشاق فقط برای زن و شوهرها نیست. اتفاقا صحبت دوباره روز عشاق رو کردیم، من یک مطلبی خوندم توی همین اینترنت که خیلی برام جالب بود. یک خانم دکتری به نام دکتر سارا شریعتی، نمیدونم میشناسیدش یا نه، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، درباره توجه و گرایش جوانان ایرانی به ولنتاین که هر سال بیشتر از پیش میشه، میگه در جامعه ما تعادلی بین مرگ و زندگی و غم و شادی نیست. اگر در سال 65 روز برای عزاست، شاید فقط 20 روز برای شادیه. و چقدر خوبه، چقدر من وقتی که اینو شنیدم دیدم با این فرهنگ این مملکت چقدر فرق داره. اینجا اصلا روز عزا ندارن، روز عزاشون هم حتی درش یک نوع شادی و جشن و بیشتر به شادی میپردازن، بیشتر به اینکه زنده دل باشن، شاد باشن و از اون افسردگی و غم بیرون بیان. و خیلی تعجب کردم در ایران 65 روز عزاست و شاید فقط 20 روز شادی. خیلی کمه، خدا رو شکر. بله درسته، این اواخر خیلی بیشتر شده روز عشاق، که واقعا دیگه جوونا احتیاج دارن به اون شادی، به اون بالاخره عشق خودشون رو نشون بدن. انقدر شاید تو ایران ببخشید توی سرشون زدن و همش فکرن اگه عزاداری بکنیم، اگه ناراحت باشیم، ما انسان‌های خوبی هستیم. شادی قسمت بزرگی از زندگی مردم رو هیچ وقت تشکیل نداده. من فکر می‌کنم به خاطر همینه که جوونا خیلی دوست دارن این شادی رو وارد زندگیشون بکنن و این روزها رو جشن بگیرن و علاقه خودشون رو ابراز بکنن، به قول شما، به مادرشون، به کسانی که دوستشون دارن، به عزیزترین کسانشون در زندگی. خیلی مهمه. شاید این روز باعث میشه که این عزیزان این کار رو انجام بدن. درسته، کاملا. حتی جلوشون هم گرفته بودن که یه سری مغازه ها حق فروش وسایل ولنتاین رو ندارن، ولی که مثل که هر چیزی رو که جلوشو بگیریم بیشتر انجام. البته چقدر خوبه که هر روزمون ولنتاین باشه. آخه اینجوری نمیشه افی جان. بعد یه روز مشخص بعد هر روز کادو بخریم. هر روز بعد کادو بخریم. بر شکست میشیم که شما برای که هر دوتون در عین حال دارید ولنتاین دارید، انقدر اگر کسی بود که نداشتی
خب دیگه بخره واسه مثلا چی نداشت؟ پول نداشت. ولنتاین خب ولنتاین نداشت، شما دیگه نتیجه گرفتی به مادر میتونی بدی، به پدر میتونی بدی، به خواهر، به دوست، به هر کسی. ولی جالب دیدین رستورانا دیشب چه خبر بود رستورانا به خاطر همین ولنتاین و چقدر قیمتا بالا میره همچین شبی. ما همه قرار میذاریم ولنتاینمون همیشه یه شب قبل بکنیم که ما در واقع ولنتاینمون رو گذاشتیم مثلا پنجشنبه دیروز، اصلا وقت نکردیم کاری بکنیم. ولی به هر حال بینندگان عزیز، خب بیایید بس دیگه درباره ولنتاین صحبت کنیم، بریم یک کلیپ کوتاه ببینیم، برگردیم درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. عزیزان بیننده با ما باشید، برمیگردیم، کانال ها رو عوض نکنید. تاریخ مهاجرت از ایران به سالهای بسیار دور برمیگردد و مهاجرت امری تاریخی شده. آمار مهاجرین ایرانی در دهه‌های اخیر به 4 تا 5 میلیون میرسد که ایران را ترک کرده و به کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا، اروپا، ترکیه و کشورهای اطراف خلیج فارس رفته و میروند. دلایل این مهاجرت‌ها در بیشتر موارد امنیت، رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی، تحصیل، آزادی‌های فردی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی میباشد. در برنامه این هفته زن امروز نگاهی خواهیم داشت به چالش‌ها، دردها و پیروزی‌هایی که این مهاجرین با آنها روبرو شده و می‌شوند. خب عزیزان بیننده برگشتیم. همونطور که مشاهده کردیم برنامه ما در مورد مهاجرت خواهد بود و اینکه مهاجرت اصلاً چی هست، اصلاً کلمه‌اش معنیش چیه و عزیزانی که به عنوان مهاجر مهاجرت می‌کنن با چه ناراحتی ها و درگیری‌هایی درگیر هستن، چطور همه کار رو بکنیم، چطور راجع به کلمه مهاجرت اصلا ببینیم مهاجرت یعنی چی؟ مهاجرت چیست؟ مهاجرت علامت سوال. مهاجرت یعنی اسبابات رو بذاری رو کولت رو بذاری جای دیگه، چمدونا رو جمع کنی و سایر رو جمع کنی و خیلی سخته و عزیزات بگی خدا نگهدار من رفتم به امید خدا. و واقعا خیلی سخته، خیلی. ترک وطن، ترک تمام عزیزان، ترک تمام خاطره ها، ترک جایی که به دنیا آمدی و همه اینها اسمش هست مهاجرت. حالا این مهاجرت به دو شکله، یا اجباریه یا اختیاریه. یک عده اختیاری انتخاب میکنن این مهاجرت رو که بیشتر وقتی که این کارو میکنن برای تحصیل مهاجرت میکنن و این مهاجرتشون دائمی نخواهد بود، برمیگردن بعضی وقتا میمونن. ولی یه وقتایی هست که به صورت اجباری در میاد به خاطر مسائل مثل مذهب، مثل سیاست، مثل مسائل اقتصادی و چیزایی از این جمله. و الان در حال حاضر در 30 سال گذشته مثل اینکه ایران بیشتر به خاطر این مسائل مهاجر بسیار بسیار زیادی داشته و افراد بسیار زیادی هجرت کردن از وطن. بله. جالب برای من اینجاست که ما وقتی که از ایران اومدیم بیرون، من هیچ وقت فکر نمی کردم که دلم تنگ بشه برای برگشت به وطنم، برگشت به ایران، چون که خاطرات خیلی خوبی از ایران نداشتم. اتفاقات خیلی بدی برامون افتاد، به خصوص اواخر که پدرم رو از دست دادم، مسائل مالی، مشکلات مالی و خاطرات خوبی نداشتم. حتی مدرسه هم میرفتیم خب خیلی تبعیض وجود داشت بین مسیحی ها، بالاخره مسلمون ها، و به ما میگفتن اقلیت های مذهبی که من اصلا با این کلمه زیاد موافق نیستم، اقلیت. ولی هیچ وقت فکر نمی کنم دلم تنگ بشه و الان سالها میگذره، شاید 12-13 سال میگذره از ترک وطن، از اینکه از ایران ما خارج شدیم و تازه این چند وقت احساس میکنم چقدر دلم تنگ شده، چقدر دوست دارم برگردم، خاطراتم رو تازه کنم، اون کس دوستامو ببینم، اون محلمونو ببینم. هرچند میگم خاطرات خوبی ندارم ولی یه جوری دلت میخواد. میگم هیچ وقت فکر نمیکردم دلم بخواد برم. ولی جالب همطور که گفتی افی جان، مهاجرت به دلایل مختلف صورت میگیره. برای ما بیشتر مسائل مالی بود، خیلی سخت بود کار پیدا کردن برای من و خواهرم وقتی که خب پدرمون رو از دست دادیم. معمولا خب تو ایران اون موقع که البته ما بودیم، مردها بیشتر مهیا میکردن، کار میکردن، مسئول بودن برای وضعیت مالی خانواده. ولی خب سخت میشه، بعضی موقع آدم به ناچار مجبور میشه وطنش رو ترک بکنه برای اینکه بتونه زندگی خودش رو ادامه بده و خودش رو ساپورت کنه، حمایت کنه.
خب خیلی اتفاق عجیبی میفته افی جان، اینه که بچه‌هایی که توی اون مهاجرت قرار میگیرن خیلی زود بزرگ میشن. اینا توی مرحله قرار میگیرن که یاد میگیرن از خودشون دفاع کنن، زبان یاد بگیرن، تو مدارسی میرن که به هر حال باهاش غریبن، ولی بچه‌ها خیلی زود، برای من این اتفاق خیلی افتاده، یعنی الان پسر بزرگ من میبینم چقدر زود بزرگ شده و اون بچگی رو نداشته اینجا، چون که باید از خودش دفاع کنه، باید مادر پدری که زبانشون خوب نیست نمیتونن کمکش کنن و خود و روی پای خودش بیسته، و فکر کنم برای اکثر بچهای مهاجری اتفاق میفته. البته تاثیرات منفی هم یه جورایی روی بچه‌ها میذاره. همین میگم خیلی بده این که زود بزرگ میشن، ولی نه جان خیلی بده، چون بچگی نه تنها اون، به خصوص برای افرادی که به خاطر امنیت و رفاه اجتماعی و آزادی‌های فردی سیاسی مذهبی این جور چیزا کشور رو ترک میکنن، خب همه خانواده که ترک نمیکنن، یک فامیل ترک میکنن، دو تا فامیل ترک میکنن. اینه که من همیشه برای بچهای خودم فکرم این بود که دور از مادر بزرگ، پدر بزرگ و دایی و خاله و عمه و عمو اینا بچه ها بزرگ میشن خیلی سخته. من خدا رو شکر میکنم که اینجا کلیسا بود و بچه ها یک مجمع نزدیکی داشتن، در یک گروه بودن، ولی واقعا سخته برای افرادی که نیستن. من البته صحبت از مهاجرت شد، باید بگیم که پناهندگی یک نوع از این مهاجرتی که اصولا این قسمت غیر اختیاریش میشه پناهندگی، که مجبورن به خاطر اون رفاهی که ندارن، اون امنیتی که ندارن، اون همونجور که گفتیم رفاه مذهبی، رفاه سیاسی ندارن، به خاطر این مجبور میشن به کشور دیگه‌ای پناهنده بشن. من خودم یه مهاجرم، ولی در این حال که مهاجرم، چون اومدم اینجا و مسائلی پیش اومد دیگه نتونستم به ایران برگردم، ولی برای بچه هام یکم سخت، یعنی بعضی وقتا الان میشینم میگم بچه ها اون چیزی رو که من پسرم، پسر بزرگم 7-8 سالش بود من ایران رو ترک کردم، بعد الان بزرگه، تنها چیزی که یادش میاد اینه که تو ایران چطور هندونه میخورد، چطور خاله براش هندونه میابرد، مثلا هندونه رو وقتی تو حیات تابستون داشتن بازی میکردن، شما دیدید اون برش میدادن هندونه رو که میدادن دست بچه ها میخوردن، اینا فقط در خاطرشه، و وقتی که اینا رو میگه با چه لذتی میگه. یعنی در این حال که یه مقدار سختی داره مهاجرت یا پناهندگی یا هرچی، ترک وطن کردن، در این حال که نکات مثبت داره، خب نکات منفی هم خیلی داره. بله، درباره دوره مهاجرت صحبت کردیم، یه مروری بکنیم که مهاجرت در ایران به چه شکلی بوده. در دوره اول مهاجرت که بین سالهای 1950 تا 1979 بوده، به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم خیلی کمتر داشت، خیلی به سرعتش کم بود که بهتر بشه و بهبود پیدا کنه، خیلی از خانواده‌های ایرانی تصمیم می‌گیرن که فرزندان خودشون رو بفرستن به خارج از کشور، برای اینکه از لحاظ اقتصادی امنیت اونها رو تامین کنن، برای تحصیل بهتر و برای کسب مدارج تحصیلی بالاتر. و بین سالهای 1977، این آمار خیلی برام جالب بود، تا 1978 100,000 ایرانی خارج از کشور تحصیل می‌کردند، که از این 100,000 نفر دانشجو 36,220 نفر توی دانشگاه آمریکا مشغول به تحصیل بودن، بقیهشون توی آلمان و انگلیس و فرانسه، اتریش و ایتالیا تحصیل میکردن. در بین سالهای 1978 تا 79 هم تعداد دانشجویان ایرانی که در آمریکا بودن به 45,360 میرشه و همینطور بیشتر میشه دیگه، از اون سال به بعد بیشتر میشه. و بعد از انقلاب هم خیلی از این دانشجویان که از کشور خارج میشن دیگه بر نمیگردن وقتی که انقلاب هم اتفاق میفته، و خانواده های اونو از ایران به اونها میپیوندن و دیگه کم کم مهاجرت از اونجا آغاز میشه. خیلی عالی گفتی، و من وقتی که داشتم مطالعه میکردم همین در مورد این مهاجرت، دیدم 4 میلیون و حدود 4,167,000 نفر مهاجر داره ایران، خارج شدن از ایران، که بالاترین رقم ها همطور که گفتی توی امریکا الان حدود 1,560,000 نفر توی امریکا هستن. بله، سکنا کردن. بله، اینجا خیلی زیاده. و من وقتی نگاه میکردم الان دو صفحه کشورهایی که ما عزیزان اونجا مهاجرت کردن و اونجا
ساکن شدن. بله، در دوره اول بیشتر خانواده‌ای که از لحاظ مالی وضعیت بسیار خوبی داشتن، از طبقات بالاتر بودن از لحاظ مالی، گروه ثروتمند جامعه بیشتر مهاجرت کردن و همچنین خیلی از اقلیت‌های مذهبی به ما میگفتن، خیلی از اونا مثل ارمنی‌ها، آشوری‌ها، یهودی‌ها، بهائی‌ها، خیلی از اونا هم جزو این دسته بودن. وقتی که می‌بینن که نظام پهلوی داره کم کم سقوط می‌کنه، اونها هم مهاجرت می‌کنن در اون همون دوره اول. دوره دوم مهاجرت بعد از انقلاب اتفاق می‌افته. بعد از انقلاب هست که خیلی از جامعه شناسان و آزادی خواهان فرزند میرن خارج کشور و اونایی هم که فرزندان دختر داشتن، برام خیلی جالبه، اینها هم سعی میکنن که مهاجرت بکنن به کشورهای دیگه به خاطر اینکه دختراشون مجبور نشن، آزادی از اونا گرفته نشه، مانتو روسری و چادر بزنن. و خیلی از تحصیل کرده های کشور، به قول معروف بهشون میگفتن مغزها، از این که از کشور خارج میشن در این دوره و در جستجوی شغل بهتر، موقعیت مالی بهتر، زندگی بهتر. و قبل از اینکه برم دوره سوم، هرچند که وقت زیاد نداریم، جالب برام این بود که قبل از انقلاب، وقتی که دانشگاه، قبل از اینکه دانشگاه ببنده در سال 1980، 16222 استاد در دانشگاه تدریس می‌کردن. بعد از انقلاب وقتی دانشگاه باز میشه در سال 1980، تعداد استادا میشه 9042 در واقع، کم میشه. دوره سوم هم که دیگه بین سال 1995 بوده تا به امروز. خب قبل از اینکه ادامه بدیم، بریم یه کلیپ ببینیم، برمیگردیم در خدمت مهمانان عزیز برنامه خواهیم بود. با ما باشید، برمیگردیم. پدری دارم آسمانی، پدری دارم که خداست و خدایی چو پدر، پدری دارم که از جنس شب است، لحظه تنهایی، وقت باریدن مهتاب مثل شبنم پاک. از پس خاطره ها، لحظه سکوت و پر پروانه ها، گرچه من میگریم، دل او بیتاب است، گرچه من میدانم، دل او بیخواب است. پدری دارم از جنس بلور، از جنس شفافیت هرچی حضور، گرچه من میگریم از پس پنجره ها در سکوت شب ها، گرچه من بیتابم، دل من تنها نیست، مقصود خواندن نیست، مقصد اصلا ماندن نیست، راز او بی پایان، حاجت گفتن نیست. شب آن خاطره ها، شب آن مستی حضور روح خدا، به جرأت میگویم دل من تنها نیست، دل تو تنها نیست، دل ما دم کم داشت، دل ما مس کم داشت، مس آن نور خدا، روح خدا، مس خدا، سوگلی فرشته ها. یادم آمد شاعر گفت در ازل بر توی حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
لحظه بیتابی من، وقت گناهکاری من، دل او بیتاب شد، جرأت بودن کرد، روز جنس ما شد، روز جنس ما شد. زمست تغییرش صورت جسم گرفت، در میان پیدا شد، پدری دارم آسمانی، پدری دارم که خداست و خدایی چو پدر، خب عزیزان بیننده برگشتیم. چقدر آهنگ زیبایی بود، سروده زیبایی بود در مورد پدر و ایام ولنتاین بود و عشق به پدر هم نشون داده شد. خب صحبتمون راجع به مهاجرت بود و میخواستیم ببینیم که به چه شکل، عزیزان صحبت کردیم چطور مهاجرت چند نوعه و به چه شکل هست، برای همین که بیشتر آگاه بشیم و بیشتر بدونیم در دل عزیزان مهاجر چه میگذره، از دو تا از مهمون‌های عزیز، عزیزان من، دعوت کردیم که امروز با ما باشن و در برنامه این هفته ما رو یاری کنن. عزیمه عزیز و سیامک عزیز که خیلی خیلی خوشحالیم، خیلی محبت کردین که دعوت ما رو قبول کردین و امروز با ما هستین. خب من شهناز عزیز، بله، خوشحالیم که واقعا عزیمه جان و بردست سیامک عزیز در کنارمون هستن. امیدوارم که واقعا امروز ازشون برکت بگیریم و بیشتر باشون آشنا شیم. بله، منم خیلی خوش اومد میگم به شما. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین، در برنامه امروز هستین. میتونیم با بینندگان عزیز ما سلام علیکی داشته باشین که سوالات خودمون رو از شما شروع بکنیم. من عزیمه هستم، سلام میگم به بینندگان عزیز و خیلی خوشحالم که با این عزیزان و اینجا هستیم در حضور شما. منم سیامک هستم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. حدود یک ماه هستش که اومدیم امریکا، از ترکیه اومدیم و امیدوارم که این برنامه باعث برکت همه باشه. منم خیلی خوشحالم که اینجا هستم، میتونم خدا رو شکر. چقدر من با عزیزان در ترکیه آشنا شدم، اینجا الان با هم هستیم و چقدر داستان زندگیشون که از همون روز اول مهاجرتشون تا الان برای من جالب، گاهی همراه با اشک، گاهی همراه با شادیه، ولی خیلی 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 طولانی و سخت و خوب و همه با هم بود. پس چطوره که شروع کنیم صحبت کنیم عزیمه جان؟ دوست داشتم بدونم که، البته نمیدونم از هر جا که دوست دارین شروع کنیم، ولی خب اول دوست داریم بدونیم که دلیلی که شما تصمیم گرفتین کشور رو ترک بکنین به یک مملکت دیگه برین، جایی که خب ممکنه سختی ها مشکلات مسلما در انتظار شما بوده، چه دلیلی داشته؟ خب ما به خاطر مسائلی که هم توی خانواده‌ام و برای خودم پیش اومد، مثل هر ایرانی که سبب میشه که دیگه راه چاره ای نداره، برای مهاجرت میره به یک کشور دیگه. ما هم به همین دلیل بود که با بچه و با سه فرزندم اومدیم به ترکیه. اولین قدم ترکیه بود. هدفتون همون ترکیه نبود هدفتون؟ نه، ترکیه موندن نبود. ولی خب ما هم هیچ آگاهی نداشتیم. فقط مجبور شدیم که بیایم و بدون آگاهی فقط وارد خاک ترکیه شدیم. بعد زندگی در ترکیه براتون چطور بود؟ زندگی در ترکیه خب با مسائلی که برامون پیش اومد نمیدونستیم، اصلا هیچ آگاهی نداشتیم، وقتی وارد شدیم با خیلی مشکلات و... عزیمه جان برمون بگین اولش که شما رسیدین تو خاک ترکیه
فکر کنم که اگه اشتباه نکنم با 3 فرزند بله. اومده بودیم. ما در سال 99 میلادی وارد خاک ترکیه شدیم که به شهر مرزی رسیدیم و شهر مرزی چون اطلاعاتی نداشتیم راجبه که کجا باید بریم کدوم شهر و خودمونو معرفی کنیم، راهنمایی اشتباه متاسفانه ایرانیایی که خودشون هم آگاهی نداشتن زیاد باعث شد که ما توی شهر مرزی بمونیم، گیر کنیم و بعد دوباره راهنمایی‌های اشتباه که سبب شد مشکلات زیادی توی این پروسه زمانی ما طول بکشه و پیش بیاد و مسائل سخت و سخت و سخت‌تر بشه تو زندگی ما. با 3 تا بچه شهر مرزی سرد بدون امکانات، بدونین ما توی تهران با اون امکانات بیای توی شهری که هیچ امکاناتی نیست و مثل یه دهاتی که حتی توی تهران توی ایران اصلا زندگی نکردی نمیدونی و میای مردم غریب، زبان غریب، فرهنگشون حالا تازه به ایران نزدیکه و میای توی مسائلی میفتی، ایرانیا میان کمکت کنن ولی خودشون هم زیاد چیز ندارن، آگاهی ندارن و از چاله در میای میفتی تو چاه. اینه که واقعا مشکلاتتو بیشتر میکنه. غربت یه طرف، امکاناتی که نیست یه طرف و اینکه بچه‌ها تو جلوی چش خودت میبینی، اینی که اومدی توی موقعیت بهتری براشون پیش بیاد میبینی بدتر شده، سخت‌تر شده، خیلی دردآوره برات. اصلا این تصور رو نداشتین وقتی که از ایران میخواستین بیاین ترکیه؟ فکر میکردین که حالا شاید برین ترکیه همه چی خیلی خوب و عالی و اینجوری فکر میکردین؟ حالا من میون صحبتتون، من خب چیزایی که از طریق خب ماهواره دیده بودیم مثلا بل. از ترکیه، من خب واسه اولین بارم بود که مثلا از ایران، 38 سالم بود که از ایران اومدیم خانوادگی بیرون، من فکر میکردم پامو از ایران میذارم بیرون، اون چیزایی که تو تصاویر تلویزیون دیده بودم فکر میکردم مثلا الان همونجور مثلا آنتالیا و اون چیزایی که دیده بودم فکر میکردم پامو از ایران میذارم توی اون شرایط قرار میگیرم. بعد وقتی که یهو اومدیم اینور، خب منم واسه اولین بار تو ذهنیت خودم تصور خارج، یه دنیای، یه چیزی تو ذهنیت خودم برای خودم تداعی کرده بودم، فکر میکردم میام تو اون شرایط قرار میگیرم، اون چیزها در نظرم بود اینا. بعد وقتی که اومدم دیدم اصلا 100 پله بدتر از اون چیزایی که اصلا تصور میکردم وقتی ما برخورد کردیم باشه اینا، اونا واقعا تو اول خیلی تو روی ما تاثیر منفی گذاشته اینا. بعد انسانایی که سعی رامون قرار میگرفتن، اونا که راهنمایی که به اون میکردن و ما هم چون نه زبان بلد بودیم نه از موقعیت اونجا چیز بودیم، اینون که انگار این ذهنیت ما این همه چی قرف شده بود و همه چی تسلیم اراده این افرادی که سیرا ما قرار می گرفتن، همونجوری که به اون میگفتن بریم میرفتیم، بشینیم میشستیم، حرف نزن حرف نمی زدیم، اسمتو به کسی نگو نه فلان، یعنی یک ترس و وحشتی که این پناهنده قبلی به ما گفته بودن، واقعا این شرط خیلی سخت بود. تازه از ایران اومدی بیرون، زبان بلد نیستی و اون دلتنگی ها، اون چیزا و اون مشکلاتی که الان اینجا هستش و اون ناآگاهی و بلد نبودن زبان و هرچی هم که میخوای بیای مجبور میشی به یکی دیگه مثلا از یکی تقاضا بکنی که من این چیزا میخوام، چه دیگه خودمون اختیارا هیچ چیزی از خودمون نداشتیم، یعنی چیزی بود که دیگران واسمون همش باید تصمیم گیری میکردن، واقعا شرط سختی داشت. بعد اون شرطی که تو ایران ما مثلا خونمون گاز داشت، امکانات بود، اومده بودیم حساب کن یهو چیزی که اصلا تصور نمیکنه. ما حالا زمانی که ما بچه بودیم خب کرسی بود، علدین بود اینا، با خوشگم یهو اومدیم یه چیزی حالتی گفتم بعد با زغال سنگ چجوریه. بعد ما دیدیم خب اون بودجه زغال سنگ هم نداشتیم که مثلا بتونیم تهیه بکنیم خودمون گرم کنیم. خونتون اتاق داشتین یا تو هایم بودین؟ چه جوری بود؟ کجا زندگی میکردین؟ شرایط چیز ترکیه با شرایط اروپا فرق میکنه. شرایط اروپا رو به شما مثلا یه پناهگاهی میدن، یه امکانات بهداشتی، یه چیزای بخور و نمیری به شما میدن، اما ترکیه یه همچین شرایطی نداره. برای کسانی که از ایران میخوان بیان بیرون، بعد ذهنیتشون پاک کنه از اون چیزی که از شنیدهایی که از اروپا هستش، بهشون مثلا یه کمپی میدن یا مثلا از نظر پزشکی میتونن مداوا بشن یا مثلا از نظر غذایی یه چیزی بشه.
ترکیه یه همچین چیزی نداره. ترکیه اگه پول داشته باشی که خودت اول بیاری، میتونی برای خودت یه خونه اجاره بکنی در حد اون چیزی که باشه، بعد برای خودت برای آسایش رفاهی خودت بتونی از اون پولی که داری بتونی استفاده کنی. اما وقتی که خب اون پولم تا یه اندازه حسرت که با خودش میاره، با اون پولی که آورده بودیم، خب اون موقع تو سال 90 من حدود مثلا $250 با خودم آورده بودم از ایران، نمیتونستم که اینجا مثلا تو چه شرطی و پولم نداشتم به اون صورت. و واقعا من شبا یه موقع وقتی تو تهران که بودم، خونم برای خیابون بود، شب ساعت 12 که میرفتم پشت پنجره میدم مثلا اینایی که نیازمند هستن از آشغالایی که چطور میام مثلا پلاستیک اون چیزایی که میخوان برمیدارم برای که بفروشن بتونن زندگیشون رو تامین بکنن. ما اومدیم توی ترکیه با همون شرایط، یعنی یک خونه 50 سال پیش ساخت بدون هیچ امکاناتی، بدون هیچ امکانی، یعنی اصلا من این الان چیزی که داره میگم نمیتون تو ذهنیت خودتون تصور کن تو چه شرایطی. خیلی سرد و خیلی این خونه امکانات هیچی وجود نداشت، فقط یه دونه دشتی توی آشپزخونه داشتیم که اونم آشپزخونه میشه، فقط یه دشتی بود، یه دونه چارگوش، از بالاش موش و از زیر همه چی امکان. شب که میخوابیدیم موش ارومون رد میشد، بعد سرمایه شدید، بعد خب ما پول نداشتیم این زغال سنگ رو بخریم. باور میکنیم من و خانوما با بچه شب ساعت 11-12 به دنبال یک تیکه مقوا، یک تیکه چوب از تو خیابون جمع بکنیم بیاریم توی اون باخاریه بسوزیم که گرم بشیم. شما چه مدت توی ترکیه بودین؟ برای چند مدت اونجا بودین؟ ما شهر مرزی رو ما 18 ما بودیم، بعد انتقالمون دادن به شهر دیگه که خب خدا رو شکر خیلی بهتر از اونجا بود، ولی خب موقعیت‌های ما خیلی سخت بود. اونجا هم که رفتیم بازم خب امکانات نداشت، خودمون باید خونه رو می‌گرفتیم، مهیا می‌کردیم، مجبور بودیم با اون درآمدی که نداشتیم مجبور بودیم خونه خیلی کرایه پایین‌تر بگیریم. و دیگه اونجا رفتیم دنبال مدرسه بچه‌ها و سعی کردیم که بچه‌ها رو مدرسه قبول کنه. و خب دختر من دیگه بزرگ شده بود، چون بچه‌ها 8 سالشون بود، پسرام دوقلو بودن، دخترم هم 10 سالش بود وقتی ما از ایران خارج شدیم. ما 13 سال طول کشید تا این پروسه تموم شد. من فکر می‌کنم خانواده‌هایی که خیلی زیاد تو ترکیه بودن خانواده بردسیامک و عظیم جان هستن. البته خوبه که الان یه چیزی برای بینندگان عزیز بگیم، چون فکر کنم خیلی از عزیزانشون الان توی ترکیه هستن و شاید نگران شن بشنون. واقعا شرایط برای همه یکسان نیستش، همه آدمایی که تو ترکیه زندگی میکنن واقعا به سختی بردسیامک و عزیمه عزیز نیستن. ولی خب چرا، شرایط مهاجرت رو در ابتدا گفتیم که خیلی سخته، ولیکن این خانواده عزیز خیلی مشکلات داشتن، به خاطر که حالا حتما از دهن خودشون میشنویم که سختی های دیگه ای رو پشت سر گذاشتن. توی این دوران که شما اونجا بودید اجازه کارم نداشتید؟ یعنی تو ترکیه اجازه کار و اینا هم نیست که بتونیم یه منبع درآمدی باشه؟ نه، توی اونجا که ما بودیم، اون شهر مرزی بود، اون زمان سال 99 اصلا کل قوانین توی ترکیه، قوانین برای پناهندگی اصلا اجازه کار نداره از نظر قانونی حسابشو بکنید. بعد مثلا بچه‌ای که مثلا مجبور بودن، ببینید شما وقتی که پناهندگی یه مقدار پولی که میاره خب محدوده یا مثلا تموم میشه، اگه ساپورتر داشته باشه واسه کسی ساپورتش بکنه. بعد زمانی که تو اون شهر که ما بودیم، مثلا اگه یه کارگر مثلا یه کسی می‌خواست بره مثلا نقاشی کار بکنه، گچکاری کار بکنه، مثلا چیز وقتی ما زور به زور بعد می‌رفتیم امضا می‌کردیم، پلیسای اونجا خیلی دقت می‌کردن مثلا ببینه یه تیکه مثلا گچ روی موات یا مثلا گوشه ناخن یه رنگ، بعد مجبور بودیم بریم نیم ساعت اینا رو می‌خواستی بیه قبلش که امضا بکنی، بعد اینا رو پاک می‌کردن مثلا خودتو ترتمیز می‌کردی، کافی بود فقط بیاد اون لحظه که داشتی جلوی پلیس امضا می‌کردی مثلا ببینه مثلا یه گوشه ناخن دیگه یه جا مثلا یک آثاری از مثلا یه چیزی غیر از اون چه هست بعد باشه واسه میدید. یک هفته مثلا چیکار می‌کردم، میگم از صبح ساعت 8 بعد بیاد تا 5 بعد از اون سر پا پشت در بیستی، شکشور تنبیه می‌کنم، بعد دادگاه می‌فرستادن که یه جوری قرمی که کار نکنی. بعد شرایط ایجاد شد که دیگه مثلا این طوری بودش که خب بچه‌ها خب پولاشون نمی‌تونستن کار بکنن، مجبور بودن برن از سوپرمارکت‌ها از چیزایی که بود مجبور بودن به خاطر اینکه شکم زن و بچه‌شون رو سیر بکنن دست به کار خلاف بزنن و اینا. طوری شدش که دیگه پلیس دیگه چون که حداقل شما قرار بود هر روز
یه امضا بکنه. بله، هر سال. واقعا مثل اینکه داخل زندان هست. بله، اون شهر. ترکیه یه زندانیه برای شهروندانش، یعنی واقعا اینطوریه که شما تازه زندان به شما قضا میدن، نمیدونم پول جا نمیدی، ولی ترکیه باید هم پول جا بدی هم پول قضا تو بدی، باید هم باید اطلاع بشه. البته خوشبختانه من فکر میکنم که تو سالهای اخیر، یعنی یکی دو سال اخیر، پلیس فشارش رو روی پناهنده ها کم کرده. واقعا عزیزانی که میتونن، حالا از امریکا، از دیگر جاها که حقوق بشر خوندن، میتونن واقعا هم کمک کردن، هم در آینده کمک بکنن واقعا به پناهنده های ایران. و اینو باید واقعا تشکر کنیم از عزیزانی که به دنبال همین برنامه های بله. کمیته حقوق بشر هستن و واقعا دارن تلاش میکنن که به اصطلاح یو ان یه توجهی داشته باشه به این عزیزان. که من خودم وقتی که اونجا بودم، بگم هر روز نه یه روز در میون، کارم اشک ریختن بود برای این عزیزانی که اونجا داشتن به این شکل زندگی میکردن. و خدا رو شکر، خدا رو شکر که بزرگترین چالشتون، بزرگترین مسئله که براتون پیش اومد چی بود؟ بزرگترین مسئله ما، خب وقتی که ایمان آورده بودیم در اون تر خداوند رشد میکردیم و با همه مشکلاتی که بودش، مشکلات روی زمین تموم نشده بود، هست، خودمون هممون میدونیم. ولی خب پسرم وقتی بیمار شد، ما امیدمون رو قطع نکردیم و خدا رو شکر خدا به ما صبر و قوت رو داد که بتونیم درش بیستیم و آرامشش رو دریافت کنیم و تو این مسیر ادامه بدیم. سخت بود، سخته، ولی خب هرچه که واقعا خداوند اون قوت رو به ما داد که بایستی و خدا رو شکر میکنم برای حضورش. این موقعی بود که ایمان آورده بوده. اصلا چی شد که شما مسیحی شدید؟ بریم سر اصل. آره. میگم بالاخره خدا که کسی که واقعا انتخاب کرده باشه این مسیر رو، همه چی در کنترل، چیزی که ما الان دریافت کردیم، میدونیم که خدا چجوری ما رو از ایران آورد و قرار داد تو ترکیه، تو شرطی که قرار گرفتیم، الان تو این که برامون باز شده، میفهم که همه چی در کنترل خدا بوده و اراده خدا بوده. که حالا همونطور که تو ارمیا باب ده میگه همه چی، حتی قدم های شما تحت کنترل، حتی همه چی در هدایت خدا هستش. اینا الان من به این چیز رسیدم که واقعا اون شرطی که ما اومدیم توی ترکیه، توی آغری، تو شهر آغری قرار گرفتیم و اون مسئله که با سمون اتفاق افتاد و با اون راهنمایی‌های اشتباه، راهنمایی که اشتباه، که کلام خدا میگه وقتی کوری عساکش کور جفتشون توی چا میافتن، واقعا کسانی که تو این پروسه نیستن، تو این شهر قرار، تو این حیات جاویدان، اسمشون که دفتر مثل، واقعا خدا رو شکر که خدا چشمان ما رو باز کرد، گوش ما رو باز کرد به مسائل، به اطراف، به محیطی که توش قرار گرفتیم. من الان دریافت میکنم که واقعا این چه فیض عظیمی که نصیب تک تک ماها شده که میتونیم یک قدم جلوتر از اون چیزی، اتفاقاتی که میخواد برای اون اتفاق، اون روح القدسی که درون ماست، ما رو هشدار میده. و اون چیزی که بودش، اتفاقاتی که از آغری افتاد و اون راهنمای اشتباه، طوری شد که ما استیناف شدیم، پرونده ما استیناف شد، یعنی تجدید شدیم، به قول خودمون تجدید شدیم. بعد دیگه منتظر شهریور که شدیم که مثلا واسمون دوباره ما رو بخوان که دوباره مصاحبه بشیم، دیگه پرونده بسته‌ای اومدیم. بعد پرونده بسته‌ای دیگه ما تو اون، از اون زمان دیگه ما انتقالی نوشتیم، اومدیم شهر کاستمونه که 400 بعد از آنکارا هستش دیگه. اونجا سال حساب کنید سال 9 میلادی 2000 بود دیگه، پرونده واسه مجدد اومد دوباره. آره مجدد که اون بعد دیگه یک برگه کسی بود، دوباره میگم که خدا آدم ما رو چجوری سیر آدم کنه، یک آدم غیر ایماندار اومد به ما گفتش که آره کشور کانادا از طریق کلیسا ساپورت میکنه کسانی که پرونده شون بسته باشه. شما میتونین، یه کلیسایی هستش توی آنکارا به نام IPCA، شما میتونین برین اونجا ثبت نام کنین، با اونا در مشارکت باشین و وقتی با اون در اون ریبل که دیگه پیشرفت بکنین، میتونین از طریق اون کلیسایی که کانادا هستی شما ساپورت بکنه به کشور کانادا برین و اینا. و این باعث شد که ما اومد، یه خانومم و جیرانم، دخترم، خب امکانات مالیمون خیلی پایین بود، ما
چیزی نداشتیم که چیز بود، از حالا والی بود، از اون سوسیالی که بود، حالا پول بلیط و اتوبوسی تهیه می‌کردیم و اینا. یه خانومم و دخترم که به شهر آنکارا اومدن، کلیسای آی پی سی ار می اومدن و میرفتن پرسش شما رو میگرفتن و اینا، که میرفتن میومدن توی جلسه دوم سوم بودش که دیگه اونجا خدا توی پرستش بود که خانومم آره خانومم آره مشکلاتی که داشتم با شوهرم، یعنی مشکلات انقدر زیاد بود که ما رو از هم جدا کرد. خیلی خیلی برامون سخت، و به خاطر اینکه میومدن راهنمایی کنن که ما از این موقعیت در بیایم، پروندهمون یه جور باز شه، دست به دامن کسای دیگه میشدیم و یه کیس دیگه، یه مسائل دیگه نوشته میشد و ما دوباره هی به یو ان آویزون میشدیم و هی تیز میکردیم، تلاش میکردیم که پروندهمون فقط باشه. من فقط هدفم این بود که پرونده باشه، یعنی من برم با بچه ها. تو این موقعیت اونجا قرار نگیرم، حالا هر راهی بود، هر قیمتی بود، بر من دیگه اصلا هیچ چیزی نداشت، ارزشی نداشت، و این باعث شد که ما جدا بشیم. یعنی فشارها باعث شد که ما را از هم جدا بشیم. حالا مصلحتی بود، شد واقعی، و واقعا زندگیمون خیلی سخت شد، خیلی داغون شده بود. دو تا بچه پیش شوهرم بود، یکیش پیش من تو آنکارا بود، یکی پیش ایمیمون، دو تا می اومدن پیش من. یعنی خیلی خیلی برای ما این دوران واقعا سخت بود. و بعد از اون که راهنمایی شدیم کلیسا بریم، خب من و دخترم رفتیم و خداوند قلب منو لمس کرد. اصلا من پرستش وقتی دیدم، خدایا این چه نوع پرستشیه؟ و همون موقع خدا قلب منو لمس کرد و اشتباه خودم اصلا به خودم نشون داد. تو این شرایط سخت خیلی جالبه، میونه کلامتون که دارین صحبت میکنین، خدا خیلی عجیب کار میکنه. برای خود ما هم همین اتفاق افتاد که خداوند، وقتی که ما هم مهاجرت کردیم، تو اون کشوری بودیم که منتظر بودیم کارامون درست بشه که مهاجرت کنیم به یک کشور دیگه، خب ما برای اولین مصاحبه منفی گرفتیم، جواب اون منفی شد و برای مدت طولانی اونجا موندیم و خیلی ناامید و خیلی افسرده بودیم. ولی خدا تو اون شرایط بود که به ما یاد داد که توکلتون رو به جای اینکه بر انسان بگذارید، بر من بگذارید. به جای اینکه داشتید خیلی جالب میگفتید که آدمای مختلف اینو میگفتن، انسان ها میومدن میخواستن ما رو راهنمایی کنن، به ما مشورت درست بدن، ولی متاسفانه مشورت انسان خیلی موقع ها اشتباه است. و خدا مخصوصا در این شرایط با ما صحبت میکنه. برای خود منم این مسائل پیش اومد که خدا میگه با من مشورت کن، مشورت من قائمه و من تو رو به اون جایی که بعد بری هدایت میکنم، به اون سرزمین موعود تو رو میرسونم. مثل قوم اسرائیل که از کنعان خواستن اومدن بیرون، میخواستن برن به کنعان، از مصر میومدن بیرون، خدا بود که اونها رو هدایت میکرد از طریق موسی که به سرزمین موعود برسن، با وجود اینکه از سختی ها و مشکلات گذشتن و قوم منتخب خدا بودن. شما منتخب خدا بودید، ما منتخب خدا هستیم، ولی از سختی ها و مشکلات نگذریم، برای اینکه خدا میخواد ما رو به اون برکت برسونه، به سرزمین موعود برسونه. و در این مسیر خداوند به ما درس هایی رو یاد میده. مثلا یکی از درس هم که گفتید توکل کن به من نه بر انسان. درس دیگه شاید ایمان ما رو بنا میکنه. درس های تازه به ما یاد در ایمانمون رشد کنیم. و همونطور که قلب شما لمس شد، یه چیز دیگه هم بگم قبل از اینکه شما ادامه بدین. برای من تو اون کشور که بودیم، خب من با خانواده‌ام بودم، خیلی ناراحت و نگران و افسرده بودیم، منفی گرفته بودیم، فکر کردیم دیگه تموم شد. بعد بلا تکلیف هستی اینجور مواقع، نه تو نه اینوری نه اون، تو هوایی معلقی، نمیدونی چی کار کنی. و برای ما جالب بود که وقتی رفتیم به حضور خدا و از خدا خواستیم که خداوندا دیگه ما توکلی به انسان نداریم، رفتیم همه چی رو گفتیم، نوشتیم، گفتیم چه زندگی داشتیم، هیچ کس ما رو کمک نمی‌کنه. اون موقع خدا حتی نذاشت که ما مصاحبه دوم بریم. خدا درست روزی که تعطیل بود در اون کشور، روز تعطیلی اون کشور در قلب طرف گذاشته بود که به ما زنگ بزنه و این خبر خوش رو ما بره که شما قبول شدید. که کیس شما قبول شده. و ببین دست خدا بود که رو اون کیس کار کرد، چون اصلا اونا گفته بودن نه نمیشه منفی دیگه، اصلا مصاحبه نه تموم شد دیگه. و خدا معجزه میکنه. خدا کار میکنه. ادامه بدیم. من این عزیز بیننده روی تلفن هست، این تلفن رو جواب میدیم، ادامه میدیم. سعید عزیز روی خط هستید، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. قربون شما، بفرمایید. ببخشید
ببخشید مزاحمتون شدم. می‌خواستم در مورد بحثی که هست در مورد مهاجرت یه صحبتی باهاتون داشته باشم. بفرمایید. حالا نمی‌دونم چقدر تاثیر به بحث فرار مغزها و یا مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور مثلا ایران رو عرض می‌کنم. بله. من خودم دانشجو هستم، بورسیه‌ام داشتم برای خارج از کشور برای کانادا، اما خب نرفتم، مربوط میشه به حدود 2 سال پیش. بله. در حالی که از اقوام کسانی که شرایط مشابه منو داشتن و رفتن. بله. اونجا فقط من یک دغدغه‌ای رو میخواستم با شما در میون بگذارم و اون وضعیت مبهمیه که در مورد اقامت و سفر کردن کلن به خارج از کشور برای دانشجویان، حالا به خصوص که من خودم درگیرش بودم، وجود داره. بله بله. واقعا شرایط یک جوری برای ما نشون داده شده. من حالا نمیدونم این تا چه حد صحیح هست، به چه شکلی هست، چیزی که مانع شد که من خودم برم و اقدام کنم به مهاجرت از کشورم برای تحصیل همین بود که ما یک فضای واقعا مبهم سرشار از سختی، مشقت اقتصادی در به خصوص برای کسانی که اهلیت اونجا رو ندارن و غریب هستن اونجا، برای ما یک همچین شرایطی به تصویر کشیده شده در اینجا. و این میام در ذهن، حالا اگر نگم همه دانشجویانی که مایل هستن که مهاجرت داشته باشن، حداقل در ذهن تعداد قابل توجهشون وجود داره. درسته. این میخواستم ببینم که به چه شکلی هست، واقعا به همین شکل یا نه کشورهای مختلف فرق میکنه شرایطشون، به خصوص در مورد قشر دانشجو، قشری که من خودم الان مبتلا بهش هستم. خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم. از همون تلویزیون تماشا کنید، ما صحبت میکنیم در موردش. خیلی ممنونم که زنگ زدید سعید عزیز. خیلی جالبه که واقعا یه همچین ترسی هست بین دانشجوها، چون من تو برنامه‌های دیگه خیلی میشنوم که این دانشجوهای عزیز میخوان مهاجرت کنن بیان به خاطر همون مسئله فرار مغز، میخوان بیان و واقعا تحصیل کنن، چون اینجور که میبینم در ایران هم جا نیست، هم اصلا محیط نیست برای دانشجوها که درس بخونن. بله. ولی واقعا باید عزیزان ما، جوانان ما با فکر کار بکنن، یعنی با نقشه، با فکر، یعنی همینجور رو هوا خواهش میکنم هیچ کس این کار رو نکنه. بله. و بخواد خارج بیاد. نه نیستش. ولی عزیزانی هستن الان دانشجوهای بسیار زیادی اینجا هستن که موفق هستن. درس خوندن، درس میخونن. الان ما بین خودمون عزیزانی هستیم که تنها، من تو فامیلم عزیزانی هستن که تنها اومدن اینجا درس خوندن و ادامه دادن. فقط مسئلهش اینه که با حسابگری بیاد. بله. همونجور که عزیمه جان گفت، از این چاه به اون چاله، از اون چاله به اون چاه نیفتید. بیاید با حسابگری، به خصوص الان عزیزان. الان من پسر خودم دانشجوی وقتی درسش داشت تموم میکرد، میگفت من میخوام یه کتاب راجع به ماها بنویسید، نسل ما، چون نسل ما نسلی بود که ایران رو من البته به صورت مهاجر اومدم، به صورت پناهنده نیومدم، ولی نسل ما نسلی بود که نه اینترنت بود اون موقع، نه این همه اطلاعات و این همه عزیزان. با اطلاعات بیان، یعنی سعی کنید برید تحقیق کنید، با تحقیقات کامل بیاد. ولی هست، خیلی عزیزان هستن با بورس اومدن، خیلی عزیزان هستن با امتحانات تافل میگن تو ایران گذروندن، و حتی خیلی عزیزان هستن که اینجا سکالرشیپ گرفتن از ایران اومدن، یعنی انقدر درسشون خوب بوده، نمراتشون خوب بوده که دانشگاه ها پذیرفتن اینا رو و میان و مخارجشون هم تا حد تأمین میکنن. ولی به نظر من باید در نظر داشته باشن، هنوز همطور که ایشون فرمودن مشکلات خواهند داشت بسیار زیاد. یعنی اینجوری نیست که شما فرمودین که از تلویزیون میدیدین که همه چی خیلی زیبا و قشنگ و اینا، چیزای شاید دروغای کاذب، اینجوری نیست. یعنی من خودم وقتی که وارد خارج کشور اومدیم، وارد اون سرزمین شدیم، گفتم اینجاست اون چیزی که من تو تلویزیون دیدم، اصلا اینجوری نیست. میتونید بیاین برای تحصیل بهتر، برای رسیدن به اهدافتون خیلی راه‌ها هست، خیلی فرصت‌های عالی و مناسب هست و دولت به شما شاید خیلی کمک بکنه در خیلی از موارد، ولی مشکلات بسیار زیادی خواهید داشت. و مهمترین اونها برای عزیزانی که میخوان بیان درس بخونن اینه که عزیزان زبان اون کشور رو یه حدی باهاش آشنا بشید. بله. وقتی که میخواید برید به هر کشوری که دارید میرید، با زبانش خود آشنا شید، با اون فرهنگش آداب و رسومشون،
ببینید اصلا جور در میاد با اون اخلاقیات شما. اینا خیلی مهمه که عزیزان در نظر بگیرن. بله منم میخوام بگم که واقعا ما وقتی که توی ایرانیم میبینیم افرادی رو که از شهرستان ها دهات های کوچیک به امید یک رویای بزرگ وارد تهران میشن. فکر میکنن تهران چه چیز عجیبیه. میان تهران و میبینیم که شبانه روز اینا کار میکنن و میرسن به اون هدفاشون. مثلا فرد گفته من 20 سال اینجا هم، بعد میبینیم همه چیزش مهیاست، اگه خواسته تحصیل کنه کرده هرچی کرد. اینجا من نمیگم که ما مثلا اینجا خیلی زیباتر از اون جاییه که ما هستیم، نه، شما وقتی بیاین اینجا ببینین که تو ایران خیلی چیزا پیش رفته تر از اینجاست. باور کنید من بعضی چیزا میبینم میگم ما تو ایران بهترش رو داشتیم، ولی واقعیت اینه که اینجا اگر کسی تلاش کنه و بخواد به اون هدفش برسه و رویا در سرش نداشته باشه که بیام فردا خونه آنچنانی، ماشین آنچنانی، برای یه چیزی که پیشرفت کنه تو زندگیش، اینجا بسیار عالیه. یعنی سرزمین موقعیت هست. باز هم صحبت شد و عزیز، این عزیز ما روی خطه برای مدت طولانی. یه محبوبه عزیز روی خط هستید، بفرمایید. از عزیزم شبتون بخیر. من وقتتون رو زیاد نمیگم، واقعا خدا برکت بده برای برنامه‌تون، خدا رو حفظتون کنه. ولی می‌خواستم بهتون بگم که دو تا بچه جوانای ما تو ترکیه هستن، یو ای باید طرفدار اینا باشن. از بچه‌های ما سوال کردن چرا پناهنده شدین اینجا، خیلی مشکل، اجازه کار ندارن، حقوق ندارن. دو تا جوون اون وقت بهش گفتیش من مسیح شدم، مشکلات مسیح بودم، با لغت زده از ساختمان یو ام بیرونش کردی، گفته غلط کردی تو مسیح شده. گوش میکنی؟ بله بله. هیچ چه مثل ترکیه نیستش. این پلیسش انقدر بیرحمه، یو ام خودش با اونا کار میکنه، یو ام هم طرفدار اونا، به جایی طرفدار ملت پناهنده باشه به هیچ رقم اینجوری نیست. ما یه دونه دوتا نمونه نداریم، ما الان چند نفر داریم تو ترکیه کاملا. واقعا یک جوان اجازه کار نداشته باشه هیچی، اما پول خاصم هر ماه بیاد بده، یعنی تو اگه پناهنده بگی دراز بکش بمیر. درسته کاملا. الان عزیزان ما دارن در مورد همین موضوع صحبت میکنن که بیشتر آگاه کنن شما عزیزان رو در ایران و بعد ببینیم چطور میتونیم کمک کنیم. البته الان واقعا مرکز توجه کمیته حقوق بشر روی ترکیه خیلی هست، روی اتریش خیلی هست، برای عزیزانی که صدمه میبینن. اتفاقا من از اینش ناراحت شدم، کو حقوق بشر اونجا کوشش کجاست؟ قربونت برم ترکیه از همه رقم میخوره، از هر جا پول پرونده هم میگی، یورم میخورد اونجا شما نرسیده، اون وقت دست مسیحیت هم اونجا داره کار میکنه. این برای ما خیلی زور داره. من در مورد عزیزان واقعا صدای منو بذار همه بشنوم. خواهش میکنم بفرمایید. نماینده دولت شدی، اگه نماینده دولت ایران نبود این یو ای مامورش اجازه نداشت به بچه 30 ساله را لقب بزنه، اونم بدبخت پناهنده است، هیچی نمیتونه بگه، اون لقب میخوره هیچی، قلبش هم میشکنه که اون وقت چرا چی تو مسیح شد اومد اینجا. بله ما داریم الان محبوبه عزیز، ما داریم الان راجع به عزیزانی که دارن واقعا روز و شب خدمت میکنن، نه از طریق یو ان، عزیزایی که از طریق کمیته حقوق بشر ایرانی، یعنی عزیزان ایرانی دارن الان اونجا خدمت میکنن که بله یو ان رو حتی متوجه کنن که خیلی داره صدمه میخوره به ایرانیان عزیز. به هر صورت امیدوارم همه چیز درست بشه، ما در دعا هستیم و سعی میکنیم به یه نحوی یک کوچیکی بتونیم به یه شکلی کمک کنیم به عزیزانمون در اونجا. مرسی که تلفن زدی محبوبه جان. اتفاقا خیلی تلفن به جایی بود، چون که درباره این دوست داشتیم صحبت بکنیم که در طی این مدت طولانی شما چه چیزی شما رو واقعا امیدوار نگه داشت، به شما قوت داد که بیستی، چون خیلی از دانشجویان ما پناهنده های عزیز در کشورهای مختلف آلمان، ترکیه و خیلی جای دیگه کمکی بهشون نمیشه و از طرف دولت اونا حمایت نمیشن. تو این خانم عزیز فرمودن و الان خیلی از من شنیده بودم، نمیدونم نزدیک چه خیلی از دانشجوها، خیلی از پناهنده ها اعتصاب غذا میکنن، لپاشون رو اصلا میبندن به همه دیگه. بله و متاسفانه ما اینجا میخوایم یه نور امیدی پیدا کنیم. برای شما چه نور امیدی بود؟ من یه چیزی که هستش، الان این خواهر که با تلفن صحبت میکرد، کشور اسلامی ترکیه، بعد اصلا نمیتونن
تو با خودشون کنار بیان، مثلا یکی بیاد مثلا میگه من مسیحی هستم و اونا حساسیتی که آره بعد اونم که مثلا مسلمان بک‌گراندشون مسلمان بوده حالا ایمان آورده اینا چنج کرده اینا، اصلا اینا یه برخورد من حالا بخوام مشکلاتی که وقت واقعا این برنامه کفاف نمیده، من چون این 13 سال مسائلی که لحظه به لحظه برنامه‌ای که شرطی که قرار گرفتم توی ترکیه پیش اومده و این برنامه گنجایش اون چیزش نه از زمانه، این چیزی که الان خواهر میگفت خب این الان شما مثلا یو ان هم که میرین، خب قبلا سال 99 یه تعدادی وکیلای مثلا خارجی بودش، الان 95% وکیلا همه خود ترکن، همه هم اکثرا مسلمون اینا هستن. حساب کنید شما یو میخوایم بریم باشه انترویو داریم، میخوایم باشه مصاحبه بکنیم، بعد یو بفهمی که شما بک‌گراندتون هم اسلام بوده، بعد هم انگار یه آب یخی که رو سرش میزی یه برخورد بد میکنه باد، بعد سوالایی که میپیچونه با یعنی برخوردی بهت میکنه تو ذوقت میزنه که اصلا تو نمیتوانی اینو نداری که بتونی تمام اون چیزی که تو دلت هست اون برخوردی که باد میشه و اینا. بعد از نظر دولت که این شرایط الان پیش اومده که واقعا الان دولت ترکیه از این شرایط داره استفاده میکنه از نظر اقتصادی، ببینید شما هر پناهنده‌ای که وارد خاک ترکیه میشه به طور نرمال اگه همه چیش اوکی بره جلو بدون هیچ دست اندازی بدون هیچ مشکلی نه حد اکثر 2 سال طول میکشه، خب تو این 2 سالی که طول میکشه این بابا که میاد از ایران که میاد میخواد یک نفرم باشه حداقل ماهی $500 هزینه شه، خونه بگیره، مواد غذایی اون خود. حالا یه مدت یه مثلا پول خاک و پول اقامت رو میبخشن، یه مدت یه مرامز میگیرن، یه مثلا پول دفترچه برای کیمبریج الان شده 105 فرق میکنه، هر کسی یه قانونی مثل ایالت آمریکا مونه، ایالت به ایالت انگار فرق میکنه واسه خودش، هر کسی یا میگه آره بده یا میگه نه نده. من یه چیز تعجب آور شنیدم، حق خاک میدادین شما؟ پول حق خاکی چی؟ پول نفس کشیدن، اکسیژنی که اونجا شما اصلا اونجا نفس که میکشید بعد پول اون اکسیژن رو بدی، حالا اسمش گذاشتم پول خاک، مثلا پول اقامتی که شما اونجا میگه، حالا شما نکن پول اجاره خونه میدی، پول مواد غذایی میدی، همه اینا رو این هزینه چرخه اقتصادی ترکیه به توسط پناهنده های یه طرف، دانشجوهایی که وارد خاک ترکیه میشن میخوان اونجا تحصیل بکنن اونا یه طرف، بعد کسانی که برای گرین کارت میان برای کار میخوان برن مهاجرت بکنن مجبور میشن بیان آنکارا استانبول برن سفارت حساب کن یه هفته 10 روز 1 ماه اینا مجبور میشن تو این هتل ها حسابش رو هر چیشو بکنی تو این شرایطی دولت ترکیه از درآمدیه. بعد اینا توافقایی که بین خودشون و دولت کردن یو ان و پلیس و اینا که مثلا این پناهندهایی که تو این 2 سال حالا ما 13 سال طول کشید حساب کن اونایی که مثلا نهایت میان کارشون 2 سال میشه، خب اونم حداقل میونه تو این 2 سال هر که حداقل ماهی $1,000 ماهی حالا بچه دار باشن ماهی 1500 واقعا داره $1,000 هزینه، یعنی یه زندگی معمولی که شما یه غذای معمولی بخورین، یه خونتون رو گرم، اونم نه همه جای خونه افراد مجبورن یه اتاقشون رو گرم کنن، بعد این اتاق باید زیرشون رو پتو برقی بندازن، بعد پول برق زیاد میاد، زغال سنگ بسوزونن، همیشه دولت نمیده. خیلی شرایط گرونیه تو ترکیه مثل. چون میدونم که مثلا گوشت کیلویی فکر میکنم 30 لیره الان یه چیزی حدود 36,000 تومان ایرانی میشه، یعنی یه افراد خیلی اونایی که حتی با شرایط خوب میان محدودیت دارن، زندگیشون مثل ایران نیست. نه دیگه باید محدود کنن. یه چیزی که هستش الان پناهنده که الان تو این شرایط هستن که کسی که مهاجرت میخواد بکنه الان خودتون میدونید دلار تو ایران 2 برابر شده نسبت به اون چیزی که قبلا مثلا ما قبلش مثلا 1,000 تومان بود هر دلار تو ایران می اومد، الان مثلا شما مثلا یه ساپورت داشتی مثلا 1,000,000 تومان مثلا ماه به ما به شما کمک میکردن، خب مثلا میشد $1,000 میفرسته. بله. الان که 2 برابر شده شده اون نصف، حساب کنید چه شرایط سختی این پناهنده الان در حال حاضر توی ترکیه با اون پولی که قبلا واسش میومد با پولی که الان میاد یعنی نصف شده و روز به روز بدتر و سخت‌تر شده. هرچی که هست باید واقعا افی جون هم گفتن با آگاهی و اطلاعات داشته بیای، چون اون زمانی که ما اومدیم همونجوری که شهناز جون گفت خیلی فرق میکرد با شرایطی که الان پناهنده میاد با دریافت اطلاعاتی که میتونی از اینترنت دوستان و جای دیگه دریافت کنی. اون سوالی که شما کردین امید پرجلال، همون میخواستم برگردم، امید پرجلال داشتیم میگفتیم که ایمان آوردیم واقعا اون توضیح بدیم اون میتونه انسانو سر پا نگه داره در هر شرایط و هر جا که هستی، جا به جایی ما رو عوض نمیکنه عزیزم. شما هم بودی، شما بودی، همه عزیزان این مسائل رو گذروندن و هست ادامه داره.
شرایط جا به جای ما رو عوض نمی کنه، مهم اونه که درون ما، خود ما، فکر ما، همه چی عوض شه. اینم فقط از طریق عیسی مسیح که ایمان میاری و اون امید پرجلال هیچ وقت از دست نمیدی. من هم در این شرایط سخت که بودم، واقعا وقتی در قبلش با همه چیزایی که پیش می اومد، خیلی سر راه می اومدن، خیلی سوء استفاده میکردن، خیلی مسائل پیش می اومد تو زندگی و فکر من به جای رسیده بود که قصد از بین بردن خودم رو داشتم. بله. چون می دیدم واقعا ناامید شدم دیگه. هیچ امیدی تو زندگی نیست و بچه ها رو نگاه میکردم، زندگیمو نگاه میکردم، بدتر شده بود و به یه جا می رسیدم که می گفتم تو وجود نداری. تو اگه وجود داشتی نمیذاشی من در این دنیا اینقدر سختی بکشم. من که بدی نکردم به کسی، خودم رو میگفتم، خودم نگاه میکردم و بعد به یه جا میرسیدم و گفتم تو اگه خدایی که فقط نشستی اون بالا یه چوبم دستت گرفتی میخوای از اون پول من رد بشم، اون چیزی که تو ذهن ما بود، روز داوری با اون چوب بزنی منو بگی که برو تو جهنم، فقط میخوای داوری کنی منو، تو مثل من روی زمین نیومدی زندگی کنی. ببینی که یه موقعی آدم مجبور میشه دست به یه کارایی بزنه. من با خدا اینجوری صحبت میکردم و هیچ آگاهی از مسیحیت نداشتم، هیچ اطلاعی نداشتم و چون اون موقع تو ایران اونقدر چیز نبودش، باز نبود. و بعد که به این طریق که یکی ایماندار نبود، یه آدم معمولی به ما گفت، من رفتم و در اون پرستش خدا قلب من رو لمس کرد. و بعد وقتی رفتم جلسه، خب موعظه بود، صحبت میکردم به زبان فارسی، واو تعجب کردیم. آره ای اومده شکل من شده، اومده مثل من شده، جسم شده. خدایا چه کاری. البته این زمان پروسه زمانی برد که برای من باز شد، ولی واقعا خودم رو سپردم. یعنی خواستم این زمین، چهار تا زمین بود که اون قلب تشنه من بود که میخواست. یعنی برای من خیلی مهم بود این چهار تا زمین. این مطلبی رو که اشاره کردین خیلی جالب بود، گفتی مسیح مثل من شد، به این دنیا اومد. من همیشه وقتی این رو به یاد میارم میگم خداوند تو هم یه جوری مهاجرت کردی. تو تخت پادشاهی خودت رو، سلطنت خودت رو، جلال و شکوه خودت رو گذاشتی، سرزمین خودت رو گذاشتی و به خاطر ما انسان‌ها به این دنیا اومدی، مهاجرت کردی که ما حیات داشته باشیم. تازه ما انسان‌ها به خاطر مشکلاتمون مهاجرت می‌کنیم، ولی عیسی مسیح به خاطر عشقی که به ما داشت، به خاطر علاقه‌ای که به ما داشت، به خاطر اینکه می‌خواست به ما حیات ببخشه، مهاجرت می‌کنه و به این دنیا میاد. این مطلب خیلی برای من جالبه. پس مسیح می‌فهمه که ما چی می‌کشیم. فقط در ترکیه نیست که سختی و مشکلات هست، توی آمریکا هم که میای یه جور مشکلات خودشو داره. هر جا که مهاجرت کنی تا بخوای به اون جا بیفتی، شرایط، قوانین، عادت بکنی برات جا بیفته، بالاخره مشکلات خودشو داره. ولی خدا رو شکر که ما مسیر رو داریم. واقعا خداوند اعتمادی که به اون داریم، توکلی که به اون کردیم، همه چیزمون رو سپردیم بهش. و مسئلهش این بود که شما دلتون آرام، اون درونتون آرامش گره. شما ممکنه توی پول و الان شما همین خانمی که ویدنی هیوستن خودشو کشت، به نحوی با استفاده زیاد دراگ و الکل خودشو کشت، در بهترین موقعیت بود، مالی همه نوع، ولی چون اون درونش آرامش رو نداشت، اون چیزی رو که شما دریافت کردید و نداشت، بنابراین به اونجا کشیده شد. یعنی مسئله این نیست که راحتی و اینا همه چیز ما رو درست میکنه، مسئله اینه که ما از درون آرامش داشته باشیم و یک امید جلومون باشه. خیلی این آیه باب 17 ارمیا آیه 5 میگه که و خداوند چنین میگوید، ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خیس سازد و دلش از یهوه منحرف باشد. چند تا آیه بعدش میگه مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به سوی نهر پهن میکند. یعنی خدا واقعا
اعتماد ما رو میخواد. اگرچه خوب در نظر بگیرم بینندگان عزیز، اگرچه شما وقتی که به مسیح ایمان آوردید کارتون درست نشد، ولی سختی هایی جلوتون بود که لازم بود با اون امید و آرامش تو اون سختی ها بیفتید. حالا میخوایم راجع به اون سختی ها هم صحبت کنیم. قبل از اینکه این سختی ها رو بگیم یه استراحت کوتاهی بکنیم، بریم یه ویدیو ببینیم، برمیگردیم به بحث خودمون ادامه بدیم. با ما باشید عزیزان. نمیدونم تا حالا دیدید عکس این هنرپیشه ها یا آدم های معروف رو روی مقوا میکشن، دور اون رو میبرن و به شکل یک مجسمه در میارن؟ مطمئنم همه دیدید. یه روز یک معلم همین کار رو میکنه، یک عکس عیسی مسیح رو روی مقوا میکشه، دورش رو میبره و اون رو به سر کلاس میبره. از شاگرده سوال میکنه بچه ها میدونین این کیه؟ و شاگرده یک صدا جواب میدن بله مسیحه. بعد از اونا میپرسه خب میدونین این کجا زندگی میکنه؟ همه یک صدا میگن بله در ما، در قلب ما. یکی از شاگرده بلند میشه و از معلم سوال میکنه خانم ببخشید این همون مسیح خداوندی که در ما زندگی میکنه؟ و معلم میگه بله عزیزم این همونه. و شاگرد با سادگیش میپرسه اگر این در ما زندگی میکنه باید از همه جای ما بیرون بزنه. و معلم متحیر به اون نگاه میکنه. شما عزیزان چطور؟ اگر مسیح در ما زندگی میکنه، اگر عشق مسیح در ماست و در وجود ماست، اگر قلب ما پر از محبت و عشق مسیحه، پس باید این عشق و محبت و بخشش و رحمت از ما بیرون بزنه، از ما بیرون بیاد، طوری که همه متوجه حضور او در ما و در زندگی ما باشه. بینندگان عزیز خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم، در خدمت مهمانان عزیزمون میشنویم ازشون. تا حالا که خیلی عظیم جان برکت گرفتیم از شما و برادرت مکه عزیز. من وقتی که ایمان آوردم قلبم رو سپردم به اونجا ختم نیافت، تمام نشد، چون این پروسه زمانیه که زمان میبره. بعد ما چون پروندهمون بسته شده بود، خب با دوباره با راهنمایی دیگران که از اون شرایط در بیان پروندهمون یه جوری باز شد، یه کیس دیگه برای من تنگ کردن، درست کردن که ما جدا شدیم و بعد چیزهای دیگه، نامه‌ای دیگه نوشتیم و برای یون این بود و شرایط من اینجوری بود و اینجوری. و بعد 4 ماه من فقط توی آنکارا بودم با بچه‌ها همینجوری. آره خیلی شرط سختی داشتیم، جلو در یو ام بودیم، تو پارک میخوابیدیم و خب خیلی شرط سختی گذروندیم خدا رو شکر. ولی بعدش من باز هم با فکر خودم یه وقتایی کار میکردم، چون هنوز تعلیم رو نگرفته بودم، هنوز تعمید روح رو نگرفته بودم و این خیلی مهم بود خیلی، و من نمیدونستم. بعد که دیگه ما شوهرم اومد دنبالم و سیامک، ما بچه ها رو برد شهرمون دوباره، کاستامونو، و من دوباره اون ناراحتی، وای دوباره اومدیم از سر شروع کردیم، دوباره اومدیم شهرمون هیچ بدون هیچ چیزی. و یک برادر، من وقتی رفتم پلیس رفتم آدرس جدید رو بدم، یک برادر اونجا دید، گفتش که برادر بیژن بود، گفتش که اینجا مسیحی هست؟ منم خیلی خوشحال گفتم بله من و دخترم هستی. بعد گفتش ای هللویا و خدا رو شما، از استانبول میام و اینا، و خیلی نگران بودم اینجا کسی رو بتونم پیدا کنم. من این برادر رو آوردم خونه خودم، گفتم بیبریم خونمون. خب من خیلی راحت برخورد میکردم و این بود که بر من خیلی مسائل پیش میابود. و خب خدا رو شکر که برادر ایماندار بود، مسیحی خیلی قوی هستش، خدا رو شکر بر وجودش. و خب سیامک به من گفت عظیمه این کیه تو آوردی؟ گفتم بابا این برادر مسیحیه. گفت مسیحی باشه چون آشنایی نداشیشونه. بعد گفتم نه با آدم خیلی خوبیه اینا. نشستیم اومد خونمون و این برادر واقعا خدا ازشون استفاده کرد در اون زمان و اون شرایطی که ما و پناهندهای دیگه تو اون شهر داشتیم. واقعا خدا ازشون استفاده کرد، خدا برکتشون بده. و می اومد شبا با ما بود، روزا تا غروب یا شبا پیش هم بودیم و سر سفره صحبت میکردیم. و یک شب به ما گفتش که بلند شیم، دید جیران یه احساسی کرد و گفت پاشیم بریم جیران برات دعا کنم.
جیران، من و دوتا پسرام رفتیم و برامون دست گذاشت، دعا کرد و پر از روح خدا و عشق ریختیم به زبان. یعنی اصلا یه حال دیگه ای داشتیم، واقعا یک حال دیگه ای پیدا کردیم ما. و این واقعا همینه که فقط به تعمید آب نیه، تعمید روح خیلی مهمه. اینه که سپردن کامل. و من بهش میگفتم که من حتی کلامو نمیخوندم و وقتی تعمید گرفتم نشستم با ذوق بسیار زیادی کلام خوندن و واقعا برکت میگرفتم، برای من باز میشد و به من گفتش که عظیمه تو باید کاملا بسپاری خودتو. گفتم نه، هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچی نشده. گفت تو هنوز داری با فکر خودت راه میری. من وقتی خسته شدم گفتم خدایا من خسته شدم، همه چیزو به تو میسپارم. برای من مصاحبه جدید اومد بعد از 4 سال. بعد از 4 سال که این در و اون درن رو با کیس و با تلاش خودت مصاحبه اومد و من فقط تنها فکری که واقعا هدایت خدا بود که تو دروغ نباید بگی. وقتی رفتم نشستم تو یو ام، وکیل وقتی با من از من پرسید تو چرا اینو نگفتی اینو نگفتی، به ما میگفتی اینجور، یعنی سر میز به من قبولی رو میداد چون سر وکیل اونم فیمینیست بود، وکیل زن بود. چرا اینجوری شد، به ما نگفتی اینجوری اینجوری از اول؟ گفتم همه اینا که نوشته شده اینجا دروغه. واقعیت زندگی من اونی که اول به شما ارائه دادم اون بوده. نه این، گفتم اینم دروغه، این گفتم دروغه. عصبانی شد، خست. گفتم من الان مسیحی شدم و نمیخوام دیگه دروغ بگم، یعنی هیچ دروغی. گفتم نه نه، فکر نکنیم از مسیحیت میخوام کیس درست کنم، نه من قلبم و زندگیمو سپردم و اصلا نمیتونم. خط زد گفت برو بیرون و من اومدم بیرون و حالا میشنویم سیامک جان که یعنی این چالشی که خواهر افیم میگفته اینا، یعنی چالش در اون اعتماد، همونطوری که ابراهیم در اون عهدی که با خدا بسه وفادارمون حاضر بود که پسرش هم اونجا برای خدا قربانی بکنه. ما اگر واقعا میخواییم خدا رو پذیرفتیم باید قربانی بگذاریم. قربانی ما چی؟ اون قربانی ما که اون چیزهایی که هنوز بهش آویزون شدیم، هنوز بهش باور داریم، هنوز به اون اعتماد متکی هستیم، خدا میخواد دل ما رو از اونا بکنه و به کاملا به خدا بچسبیم. اینا چیزی بودش که تو اون شرایط مرحله به مرحله برای ما اتفاق افتاد. یعنی در اون مرحله آزمایش وقتی که عزیمه برگشت اومد تو شهر کاستامونو، دو تا پننده که با هم در ارتباط بودیم گفت چی شد عزیمه، قبول شدی فلان شدی؟ بعد عزیمه گفت نه من گفتم اینا دروغه. فلان گفت معذرت. من گفت چرا آخه نه میگفتی قبول میشدی بعد میرفتی حالا اون برای توبه میکرد. گفتم آخه میدونی شما آخه الان توی شرایطی که نمیتونین درک بکنین، زمانی که شما واقعا قلبتون رو میسپرین وفادار میشین، اصل اون وفاداری و اعتمادی که با تمام دل خودتون رو بسپرین. ولی خب خیلی هم گفتن بسپرین. که ما نه ما موندیم که شما گفتیم ببینیم به چه چیزی ایمان دارن که حاضر شدن که مثلا اینه که اینقدر 4 سال مثلا تو اون شرط منتظری همچنین مصابی بودن، حاضر بودن قربانی کنن. وقتی اون مسئله پیش اومد، وقتی واقعا اومدیم دیدیم که دیگه خب پرونده بسته شد و دوباره این روال ادامه داشت و بعد آره بعد دیگه این برادری که اومد تو زندگی ما، برادر بیژن ایلیایی، دیگه خب منم رو حسابی که این مدتی که گذشته بود توی ترکیه از آغری تا کاستامون، آدمایی که سیرام قرار گرفته بودن و آدمایی که همه ذهنیتشون یا میومدن خونمون میخوردن یا نیت بدی داشتن و اینا، دیدم این برادر بیژن واقعا اون چیزی که میگه رفتار میکنه متفاوته، متمایز از اون کسانی که واقعا تو مسیرمون داشتن تو این مدت. و این برادر بیژن اصلا به من نگفت بیا این کتاب بخون، بیا ایمان بیار. فقط چیزی که باعث شد من به مسیح ایمان بیارم و کتاب بگیرم بخونم این شخص برادر بیژن بودش که این باعث شد، این تفاوت باعث شد که من جذب بشم به مسیح. مسیح کی هستش؟ این شخصی که واقعا متفاوته با اسپانیش کی بوده که این تبدیل ایجاد بشه که این باعث بشه که من به مسیح ایمان بیارم؟ و این باعث ایمان آوردن من به مسیح این برادر بیژن بودش و خدا رو شکر میکنم برای وجودش. رو الان هم در ارتباط هستیم و برای اون زحماتی که برای ماها کشیدن تو شهر کاستامونو،
ما از کلیسای 3 نفره شروع شد تا زمانی که برادر بیژن بود 30 نفر کلیسای خانگی ما شکل گرفت و ما همینجوری همین چیزی که آرامشی گرفته بودیم و شرطی در گذشته داشتیم درش رفتیم میرفتیم خانواده‌ای که در ارتباط بودیم اینا رو دعوت می‌کردیم به کلیسا میومدن و برادر بیژن خدا شکر برای وجودش تعلیم میداد پرستش تو سرود تو موعظه همه چی بچه‌ها رو واقعا هدایت کرد بله. کمک کرد گیتار بهشون یاد داد و اینا اینجوری شد که پس این امید از شما منتقل شد به عزیزان دیگه و عزیزان دیگه و عزیزان دیگه خیلی اتحاد در دعا افی جان ترکیه خیلی زیاده من فکر کنم مثل یه دانشگاه الهیاته واقعا شما از یه مرحله های رد میشین تا میرسین و خیلی خیلی دعاها به هم نزدیکه من یادم میاد روزایی رو که ما حاضر بودیم دعا کنیم روزه بگیریم برای عزیزایی که همه با هم متحد نه اینکه یه نفر و خیلی قویه اونجا دعاها قدرش رو بدونین میگه قوت هر چیزی رو دارم در مسیح که من رو تقویت بخشه من این آیه رو خیلی دوست دارم و واقعا قوت میبخشه ما تو اون شرایط که بودیم توی یه دوران روحانی بودیم که هللویا چقدر عالی همه چیز خب پول نداشتیم درآمد نداشتیم و شرایط مالی همچنان ادامه داشت وضعیتش خوب نبود و حتی روزایی بود که یخچال خالی بود هیچی تو خونه نبود ولی میگفتیم خدا رو شکر دعا میکردیم بچه ها مثل کلیسای اولی خانگی بودش اگه هر چی داشتن با هم تقسیم میکردن و در دعا در جشن در غم و غصه با هم شریک بودیم خیلی روزای خوبی داشتیم تا اینکه برادر بیژن رفت خب خدمت و سپورت به ما و یه برادر دیگه و خدا برکتشون بده همه باز دوباره با هم بودیم تا این مسائل که بچه‌ها حتی دیپورتی برای ما اومد شرایط خیلی سختی داشتیم تو خونه میموندیم من سر کار میرفتم ولی خب پلیس دوبار اومد دنبالم شوهرم خب اون موقع یه کار پیدا کرده و نقاشی نمیرفت تو خونه میموندیم بچه ها مدرسه نمیرفتم من سخت بود هنوز مشکل داشت ولی عیسی مسیح با شما بود یعنی میدونین شاد بودین نه اینکه هی بخندیم ولی آرامش خاصی داشتیم میدونین تو اون شرط سخت که پولس میگه تو زندگی بازم شاد باشم که تو فیلیپیان باب 2 میگه آرامش داشتیم به خاطر اینکه دست خدا رو تو زندگیتون تجربه کرده بودین و میدونستین که به خدا اعتماد داشتین میدونستین که هر چقدر مشکل بیاد دست خدا اونجا هست راهنمایی تون میکنه درها رو برای شما باز میکنه آمی. پس اعتمادتون به خدا من واقعا این کلمه‌ای که واژه به واژه که توی کلام هستش امانوئل من واقعا این که میگه خدا با ماست من لحظه آمی. به لحظه یعنی من این کلام توی اون شرایط برای من انقدر باز شده که من با تمام وجود با سلولای بدنم اینو چشیده و لمس کردم یعنی شرایطی که قرار میگیرم الانم که مثلا تو سختم من پروسه گذروندم که واقعا میدونم اون جایی که واقعا باید خدا کمک میکرده کرده و منو رها نکرده طبق عهد و پیمانش که با اجداد ما آمی. ابراهیم بسته آمی. همونطور وفادار و امین و وفادار تو زندگی ما داره کار میکنه آمی. همونطور که آخر باب 28 میگه من تا انقضای عالم با شما هستم و لحظه ای شما رو تگ من اینو واقعا چشم من واقعا امید میده و این امید ماست که میتونه تو چه شرایطی سختی با چه مشکلاتی میتونیم ما ببینید الان من 13 سال تو این شرایط این ترکیه بودم خدا زندگی منو چجوری عوض کرد و منو عوض تو اون شرط و کسانی که سعی راه من قرار داد و من تو این یک ماه آخر که میخواستم بیام اینجا خدا دو نفر دیگر رو گذاشت سر راه من آمین. دو تا گیو اووردم همخونه خودم کردم دو تا گیه یعنی اگر اون اوایل ایمانم بود که اولش خیلی چیز داشتم و اینا شدت ما عوض اما واقعا تو این شرط سخته واقعا دو تا اومدم و اون پیغام خدا و اون چیزی که برکتی که گرفته بودم با اون برادر دو تا بچه ها تقسیم کردم و اینا و الان اونم در یه شرایط هستن که اونم میخوان قلبشون رو به عیسی مسیح هنو با هم در طریق اسکایپ در ارتباط هستیم و اینا از آرش و معیا اینا انجا باشین سلام میگم و اینا بعد اون شرطی که قرار گرفتیم ما یه کتابی هستش دعای کوچک برکت بزرگ دعای یبعیسته که باب اول تورات باب 4 آیه 10 هستش که میگه کاش منو برکت میدادی و حدود منو وسیع میگردانی ما اون کتابو گرفتیم من عظیمه هر روز مطالعه میکنیم و هر روز دعا میکردیم دعا میکردیم دو تا صبح بلند میشیم دعا میکردیم کار ما شروع شد که زندگی ما تو اون اوج یهو زد پسر ما یه پسری از دو قلدوی ما پسرمون به اسم پژمان بود تو سن 15 سالگی که اون شرط واسش پیش اومد و که بعد بردیمش که بیمارستان و که ازش شرایطی که دکتر نداشتیم دارو نداشتیم
من ما دیپورت نداشتیم. خیلی سخت بود. الان به وقتمون خیلی خیلی کم. انقدر عزیزان شیرین صحبت میکنن. انقدر هرچند که تلخی توشه ولی خدا رو شکر برای امید و قوت عیسی مسیح آمین که شادشون کرده و آرامش داشته. ولی الان وقت من فکر میکنم باید یه دفعه دیگه دعوت کنیم عزیزان بیان که از اونجا ادامه بدیم بقیه داستانو. ولی حالا الان اینجا در آمریکا هستید. عزیزان من میدونم که شما با جیران عزیز آشنا هستید. اومد سال پیش در ولنتاین اینجا بود روز ولنتاین و با نامزدش اومده بود. نامزدش گل آورد اگه یادتون باشه، دختر عزیزان ما، که اون روز صحبت سر این بود که به زودی میخوان ازدواج کنن و ما چقدر خوشحالیم که ازدواج کردن و چند تا عکس داریم که دوست داریم به شما نشون بدیم از خانواده عظیم جان و سیامک جان. که شما عزیزان نگاه کنید، این عکسیه که در ترکیه بودیم، ما مهمان خونه عظیم جان بودیم، خدا رو شکر برای مهمان نوازیتون. دیگه خدا رو شکر این اواخر کارشون بود و داشتن دیگه حاضر میشدن که به امریکا بیان. و عکسای دیگه هست، اینا در اینجاست، مادر و پدر و عزیزان و داماد همه با هم جمع شدن و خدا رو شکر این عکسایی بود که هفته پیش، دو هفته پیش این عکسا گرفته شد و همه با هم کنار هم بودن. خدا رو شکر برای و این هم عکس عروسی جیران جان که ما عروسیش نبودیم ولی بله ولی شما از طریق اسکایپ با ما تماس گرفتید. دقیقاً خدا رو شکر که با شما بودیم و خدا رو شکر برای جیران خوشگل ما خدا رو شکر. خدا همگی خالی در خداوند شاد باشه همیشه. یک سوال یه چیز رو می‌خواستم مطرح کنم ببینم شما تمام این سختی‌ها رو کشیدید، تمام این ناراحتی‌ها رو کشیدید و الان اینجایید، آیا به اون هدفی که می‌خواستید رسیدید؟ آیا خوشحال هستید؟ من فکر می‌کنم از صحبت‌های شما هدف عوض شد وسط را. آمین. صحبت کنیم در این مورد. عوض شد و هیچ وقت تموم نمیشه. آمین. خواهره چی ما هدفمون کم کم میمونه. آرزومون که مثلا سیتیزن بشیم یا مثلا ما خدا رو شکر سیتیزن آسمان شدیم. این بزرگترین چیزه و من این آیه هستش که من تو این چیز هستش تو این فاصله بخونم تو زمان کم هستش. من اشعیا باب 60 آیه 19 خیلی در این شاید خیلی برکت این با آیه 19 هستش که و بار دیگر آفتاب در روز نور تو نخواهد بود و ماه با درخشندگی برای تو نخواهد تابید، زیرا که یهوه نور جاودانی تو و خدایت زیبایی تو خواهد بود. این آیه واقعا اینقدر به ما قوت و آرامش. من یه چیز میخواستم فقط تو این زمان کوتاه بگم، ما دعا میکنیم برای عزیزانی که پناهنده هستن در هر جا و خصوص ترکیه که زودتر کاراشون واقعا درست انجام بشه و این پروسه تموم شه، کوتاه بشه و بیان. مخصوصا برای خواهرم، دختر خواهرم و دامادشون دوست دارم که اونا هم خیلی زودتر این تموم شه کارشون و بیان تو جمع ما. همطور که عزیزان ما گفتن واقعا در شرایط سخت هر جایی که هستید، اگر پناهنده هستید، اگر مهاجرت کردید از کشورمون ایران، در کشوری هستید که منتظرید کاراتون درست بشه و به کشور دیگه ای برید، کشور مورد نظرتون، به خداوند توکل کنید و از او مشورت بخواید و نگید تو این شرایط که امید نیست. ایمان داشته باشید که خدا به فکر شما است. مسیح از همین شرایط گذشت، وقتی که از آسمان مهاجرت کرد به زمین و جسم پوشید، انسان شد. او میگه روباهان رو آشیانه هست، مرغان هوا رو آشیانه هست، ولی برای من که پسر انسان هستم هیچ جایی نیست. و برای خداوند به او خیانت شد، او مورد اهانت قرار گرفت، سختی کشید. پس او میدونه که شما از چه شرایطی دارید میگذرید. به او توکل کنید و او با شما هست و امید رو در قلب شما زنده میکنه و به شما رو مقصد میرسونه. تشکر میکنیم از عزیمه عزیز سیامک عزیز، خیلی خیلی ممنونیم که اومدین و با ما در میون گذاشتین. احتمالاً یه برنامه خود دیگه خواهیم داشت. تا هفته آینده خدا نگهدار. خدا نگهدار.